استخراج ارز دیجیتال در ایران، بیت کوین تلاش برای منابع مالی جدید در نبود قوانین و سازوکار مشخص. هوای تازه برای اقلیت‌های جنسی ایرانی در نیویورک برای اولین بار با نام و نشان و افتخار رژه رفتند. و سفر به دوران هخامنشی، شهری با 2500 سال تمدن ایرانی در تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. تولید یا اصطلاحاً استخراج ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین در ایران به فعالیتی سودآور تبدیل شده. سرمایه‌گذاران خصوصی، دولتی و شبه دولتی حتی با شریکان خارجی وارد این کار شدند. فعالان این حوزه اما بدون سر و صدا و یا به اصطلاح خودشان چرا خاموش کار می‌کنند. با زیاد شدن مصرف برق که نقش حیاتی در این صنعت دارد، وزارت نیرو گفته با استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برخورد می‌کند. جزئیات بیشتر از ریحانه مظاهری. بیت کوین، واحد پول دیجیتالی که در کنار دیگر ارزهای مجازی چند سالی است در همه جای دنیا از جمله ایران هوادارانی پیدا کرده. از آن برای درآمدزایی و سرمایه گذاری استفاده می شود. از سال گذشته به خصوص و با آغاز تحریم های آمریکا، تولید این نوع پول که اصطلاحاً ماینینگ یا استخراج خوانده میشه در ایران رونق خاص گرفته. حالا نه تنها بخش خصوصی بلکه حتی دولتی ها و شبه دولتی ها هم وارد کار شدند. روش خیلی ساده شو بخوام بگم این است که شما فرض کنید شما یک کسی هستی که تو بیرون از ایران حساب به بانکی دارید و داخل ایران حساب بانکی دارید. روش این است که شما، من وقتی بخوام بیت کوین رو به ریال از شما بخرم، من معادل شما بیت کوین رو من تحویل میدم، من بیت کوین اینور به دلار میفروشم، دلار رو تو حساب خودم میریزم و بعد به شما ریالش میدم و بعد دلار رو بعدم به ریال تبدیل میکنم. و همین دلیل نگاه کنید، یک بیتکوین بخوام بدونید یه بیزنس خیلی خوبی هم هستش، چون ما در اون در حقیقت معادله که به شما بیت کوین به ریال میدن خیلی کمتر از معادلی هستش که شما اگه بخواید بیت کوین به دلار بفروشید و بعد دلار رو به ریال تبدیل کنید خیلی کمتر دریافت میکنید. در بسیاری از نقاط ایران و اغلب در حاشیه شهرها حالا مزرعه‌های دیجیتال شکل گرفته که دستگاه‌های استخراج بیت کوین در آن مشغول کارند. مزرعه‌های دیجیتال در مزارع کشاورزی و گاوداری‌ها یا حتی در مدارس و مساجد هم برپاست. دسترسی به برق ارزان یا در مواردی مجانی بودن برق با توجه به مصرف بالای برق در این کار نقطه اشتراک اکثر این مکان‌هاست. در ایران قیمت هر کیلووات برق کشاورزی بین 300 تا 524 ریال است و برق صنعتی در هر کیلووات حدود 400 تا 825 ریال محاسبه می شود. برق مدارس و مساجد هم با توجه به یارانه های دولتی تقریبا مجانی است. شاید به همین دلیل است که بعد از رونق کار بخش خصوصی و نهادهای دولتی و نظامی، کم کم پای استخراج کنندگان بین المللی هم به ایران باز شده. گفته می شود چین، آلمان، روسیه و استرالیا از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی استخراج بیت کوین در ایرانند که از طریق واسطه های داخلی کار می کنند. اما بیت کوین و پول دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟ بیت کوین یک واحد پول دیجیتال رمزگذاری شده است و خاص هیچ کشور یا دولتی نیست. برای انتقال این پول نیازی به بانک نیست و افراد مستقیما می توانند این پول دیجیتال را به یکدیگر منتقل کنند. محدودیتی برای خرید پول‌های دیجیتال وجود ندارد و انتقال آن به هر نقطه از دنیا ممکن است و با آن می‌توان هر چیزی خرید. بیت کوین با رمزگذاری و تبدیل اطلاعات به کدهای امن کار می‌کند. در این بازار هر کس یک کیف دیجیتال دارد که پولش را در آن ذخیره می‌کند. نقل و انتقال‌ها از این کیف‌های دیجیتال البته قابل ردیابی است. وضعیت قانونی استفاده از پول‌های دیجیتال در ایران کاملاً روشن نیست. سال گذشته نهاد ناظر بر فضای مجازی در ایران اعلام کرد که استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک صنعت تایید می‌کند، اما خرید و فروش این ارزها قانونی نیست. استخراج کنندگان با استفاده از دستگاه‌های ماینر که در اصل پردازشگرهای بسیار سریع هستند، یک سری مسائل و معادلات ریاضی را حل می‌کنند و اگر به پاسخ درست برسند، پاداش یا همان ارز دیجیتال دریافت می‌کنند. مجوز قانونی برای وارد کردن دستگاه‌های ماینر وجود ندارد و این دستگاه‌ها از راه قاچاق وارد ایران می‌شوند. بر اساس آمار غیررسمی، تنها حدود 180 هزار دستگاه ماینر وارداتی در ایران ثبت شده و بقیه آنها از راه قاچاق وارد شدند. صحبت‌های یکی از فعالان در حوزه ارز دیجیتال که نخواست نامش فاش بشه.
حدود 80 هزار دستگاه ماینر دست افراد و شرکت‌های خصوصی هست، اما هر کدوم به تنهایی فقط تعداد کمی ماینر دارند. ما بقیه دست نهادهای دولتی هستند که هر کدوم تعداد زیادی ماینر در اختیار دارند. بانک‌ها، نهادهای امنیتی و نظامی هم در این کار وارد شدند. مثلا نیروی انتظامی پارسال حدود 16 هزار دستگاه ماینر وارد کرد. در واقع ممنوع نشدن استخراج بیت کوین به این دلیل بوده که در میون تعداد اندک خصوصی ها نهادهای حکومتی هم بتونن بی سر و صدا به کار خودشون ادامه بدن. امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا یکی از مواردی بود که نهادهای حاکمیتی را وارد عرصه استخراج پول دیجیتال کرد. اما با توجه به نحوه کار بازار پول‌های دیجیتال که بیشتر در اندازه‌های کوچک کار می‌کند و با توجه به محدودیت تراکنش‌ها، عملاً دور زدن تحریم‌ها در اندازه بزرگ از این طریق ممکن نیست. ردیابیش راحت است، شفاف استش. کل نکته مهمش این استش که شما می‌تونید مثلا از بلاکچین، از وبسایت blockchain.info اگر اشتباه نکنم، میتونید برید نگاه کنید که از چه کیف به کیف رفته، ولی همچنان این شما نمیتونید بفهمید صاحب اصلی کی هستش. فرض کنید شما میتونید 10 تا کیف مختلف درست کنید، 10 تا، چون هزینه نداره درست کردن کیف دیجیتال، و از یک کیف به یک کیف دیگه بفرستید، و از یک کیف به یک کیف دیگه بفرستید، و اینجوری مقصد اصلی رو همچنان میتونید ترکش کنید. ولی میتونید اگر تا حالا مثلا اگر شما تا به حال آدرس بیت کوینتون رو جایی به صورت عمومی نذاشته باشید و یا کسی وریفای نکرده باشه آدرس بیت کوین، چون مثلا از شما کارت شناسایی نخواسته باشه، شما نمیتونید بفهمید که صاحب اون بیت کوین. یکی روشی هستش که این هست، یه روش دیگه این هستش که یه سری وبسایت هستن، شما میتونید بیت کوین بهشون بدید. حالا میگم بر اساس در حقیقت اعتماد هستش، شما بیت کوینتون رو بهشون میدید، اونا میان با یه سری بیت کوین دیگه قاطیش میکنن و بعد به شما برمیگردن. اینجوری راهگیریش سخت هستش. استخراج پول مجازی اگرچه حریف تحریم ها نشده، اما امکان تازه‌ای برای نهادها و دستگاه‌های فراهم کرده که با استفاده از انرژی ارزان درآمدی برای خود فراهم کنند. اما حالا با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق، دولت میگوید هزینه اصلی این درآمدزایی بر دوش اوست و استخراج کنندگان ارز دیجیتال از برق ارزان در ایران سوء استفاده می‌کنند. هر کوین معادل مصرف سالیانه 24 واحد مسکونی در تهران مصرف متعارف، یا اینکه یه واحد مسکونی در نظر بگیرید که 24 سال مصرف انرژی داشته باشه. اینها قطعا باید با محاسباتی که صورت میگیره به شبکه متصل بشن، که با توجه به ارزون بودن برق در ایران در حال حاضر به صورت غیر مجاز به شبکه برق متصل شدند و از سایر انشعابات استفاده میکنند. وزارت نیرو میگوید امکان ادامه استخراج ارز دیجیتال به شکل کنونی و با برق ارزان ممکن نخواهد بود و برای شناسایی استخراج کنندگان و توقف فعالیت آنها اقدام کرده. اما بخش خصوصی که در کار استخراج ارز دیجیتال است میگوید آنها قربانی سیاست‌های نادرست دولت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری انرژی طی سال‌های گذشته هستند و این برخوردها تنها دامن آنهایی را خواهد گرفت که کسب و کارهای کوچک دارند و صاحبان مزارع بزرگ دیجیتال با پشتوانه‌های حکومتی به درآمدزاییشان ادامه خواهند داد. ریحانه مظاهری، بی بی سی. برای نخستین بار یک گروه از ایرانیانی که در اقلیت جنسی هستند در راهپیمایی معروف به رژه افتخار در شهر نیویورک شرکت کردند. نیویورک هفته گذشته میزبان صدها هزار نفر بود که برای دیدن این راهپیمایی جمع شده بودند. دقیقاً 50 سال پیش اعتراض‌ها به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی توسط پلیس نیویورک به تظاهرات و شکل‌گیری جنبش اجتماعی برای برابری منجر شد. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی از نیویورک. محله‌ای در قلب نیویورک که در دهه 50 و 60 میلادی آرام آرام به پناهگاه دگرباشان تبدیل شد. از همجنسگرایان تا تراجنسی‌ها و دگر جنسگونه ها، انسان‌هایی که گرایش و هویت جنسیشان آنها را در معرض آزار و اذیت‌های شدید و محرومیت و حتی خشونت در شهرها و روستاهای سراسر آمریکا قرار می‌داد و نقل مکان به این کوچه پس کوچه‌ها و در کنار یکدیگر زندگی کردن برایشان حاشیه‌ای از امنیت فراهم می‌کرد. یکی از مکان‌های اصلی گرد هم آمدنشان این میخانه معروف به ستون وال بود، اما حتی اینجا هم کاملا در امنیت نبودند و هر از چندگاهی مورد حمله پلیس قرار می گرفتند. یکی از هجوم های پلیس به این میکده دقیقاً 50 سال پیش بالاخره صبر حاضرین رو لبریز کرد و با مقاومتشون روبرو شد. کار به درگیری در خیابان های اطراف و زخمی و بازداشت شدن
تا ساعت اولیه بامداد انجام می‌دهد. اون واقعه سبب شد جامعه دیگرباشان در آمریکا به خصوص نیویورک متحد بشن برای اعتراضات گسترده به نقض حقوقشون. جنبشی که در این نیم قرن راه درازی اومده و هر سال در سالگرد اون حادثه یک راهپیمایی بزرگ برگزار میکنن که میلیون‌ها نفر درش شرکت دارن، از جمله برای نخستین بار امسال تعدادی از ایرانیان همجنسگرا. این ایرانی تباران در آستانه شرکت در راهپیمایی معروف به رژه افتخار در جلسه پرسش و پاسخی کم سابقه با چند فعال اجتماعی دیگرباش درباره تجربه‌های عمدتاً تلخ و گاه شیرین فاش‌سازی گرایش و هویت جنسیشان برای خانواده و دوستان و افزایش آگاهی اطرافیانشان در ایران و آمریکا به امید تغییر نگاه‌های منفی گفتگو کردند. باغ گل‌ها، بله. این دوستم، این منه. خیلی سخت باور کردنش که تو اینی. سیروس گلستان یکی از این فعالان چند سال پیش دختر بود و پس از اولین سفرش به ایران و بازگشت تغییر جنسیت داد. ببخشید فارسی هم خیلی خوب نیست. وقتی بزرگ شدم تو آمریکا فارسی بلد نبودم. 22 سال بودم، رفتم ایران پیش خانواده پدرم توی اصفهان، اونجا فارسی یاد گرفتم. وقتی ایران بودم دختر بودم، دختر زندگی کردم و زیاد دگرباش ها ندیدم. من تو سایه بودم و دیگران تو سایه بودن. خیلی سخته و میخوام بگم به خانواده های ایران خیلی مهمه که ما رو بپذیرین و بدونین که اصلا انتخاب نیست. این وجود واقعیت منه و ما نمیتونیم عوض کنیم. خیلی مهمه که مردم فکر میکنن که مثلا دیگر باش بودن خیلی سخته، ولی اتفاقا زندگی تو سایه خیلی سخت‌تره. و ببخشید میتونی به انگلیسی حرف بزنم؟ So what I do, what I think is really important is visibility. کاری که من دارم میکنم اینه که دیگر باشان رو تشویق کنم واقعیت هویتشون رو مخفی نگه ندارن، چون در تاریکی موندن وجودشون رو تحلیل میبره و فرصت خوشحال بودن رو ازشون میگیره. تلاشم اینه که خانواده ها رو تشویق کنم تا از بچه هاشون حمایت کنم. من خودم خیلی خوش شانس بودم که خانواده‌ام پشتم رو خالی نکرد و حالا دلم میخواد همه این تجربه رو داشته باشند. مثلا برات بگم، دو روز پیش با مادر بزرگم حرف میزدم و گفت که بیا ایران، همه میخوان تو رو ببینن و شوخی میکرد خیلی خوش تیپ تر شدی، پسر هستی الان. و خیلی جالبه که مادر بزرگم تو اصفهان زندگی میکنه، جامعه مذهبیه و من کاملا پذیرفتم. پذیرشی که گویی که اکثریت دگرباشان ایرانی آن را تجربه نمی‌کنند، ولی پویا محسنی که تغییر جنسیت داده می‌گوید با حضور فعال‌تر در جامعه می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. ما دلیلی که در موردش صحبت می‌کنیم که این افراد ایرانیان توی ایران یا خارج از ایران، اینه که اولا اینکه بدونن تنها نیستن، بدونن خیلی‌های دیگه هستن مثل اونا در سن‌های مختلف که زندگی‌های موفق دارن، تو روابط عاطفی موفق هستن و اینکه بیمار نیستن و اینکه دنیایی هست اونجا که اینا میتونن قسمتی از اون باشن به عنوان یک فرد سالم جامعه. افراد سالم جامعه که از سوی خانواده‌هایشان طرد و سرزنش نشوند و از سوی حکومت مورد تهدید و تبعیض قرار نگیرند. اهدافی که گردانندگان انجمن رها که این گرد همایی را برگزار کرده با درس گرفتن از تجربه 50 سالی جنبش دگرباشان در آمریکا برای آن تلاش می‌کند. هرچی بیشتر ایرانی‌ها چه خارج از ایران چه در ایران بیشتر راجع به این هویت بدونن و بیشتر دانششون رو ببرن بالا، زندگی ایرانی‌های دگرباش آسان‌تر میشه. آنها همچنین برای نخستین بار در تاریخ نیویورک کاروان ایرانیان دگرباش را به رژه افتخار که امسال بیش از 4 میلیون نفر برای دیدن آن جمع شدند اضافه کردند.
با ترانه‌ها و نمادهای ایران آمدند تا بگویند دوران مخفی ماندن و واهمه از قضاوت‌ها برای ایرانیان با گرایش و هویت جنسی متفاوت گذشته است. به خاطر پسرم اومدم اینجا. پسرم هم جنسگراست و اومدم در واقع ازش ساپورت کنم. دفاع کنم، حمایت کنم ازش. و همین، چون اون پسر منه، اون همه چیز منه. پیامتون برای پدر مادرهایی که تو ایران پسرهاشون یا دخترانشون ممکن همجنسگرا باشن چیه؟ والا پیام نمیتونم بدم، ولی میتونم حس خودم رو بگم. آدم باید بین خودخواهی خودش و عشقش یکی رو انتخاب کنه. خودشون میدونن پدر مادرها. باید ببینن عشقشون میچربه یا خودخواهیشون. و خوشحالی بچهشون چیه؟ خب عشق یعنی همون دیگه. جشنی میلیونی و پرچم رنگین کمانشان در سراسر پرجمعیت ترین شهر آمریکا. شاهدی بر دستاوردهای چشمگیر دیگرباشان در 5 دهه پرتلاتون. و البته الهام بخش آنهایی که در ایران و کشورهای دیگر به دنبال زندگی آرام با حقوق برابرند. بهمن کلبوسی، BBC، نیویورک. نمایشگاه عکس لندن یک رویداد هنری بین‌المللی برای جمع‌آوری بهترین‌های عکاسی در سامرست هاوس، یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری دنیا است. تمرکز نمایشگاه امسال روی عکس‌هایی از ایران، آفریقای جنوبی، کشورهای اسکاندیناوی، تایوان و ژاپن بود. شادی الهی به غرفه ایرانی این نمایشگاه رفت و با رویا خواجوی متصدی آن گفتگو کرد. نمایشگاه جهانی عکس لندن برای 5مین بار به سامرست هاوس برگشت. این ساختمان قرن 18 که نزدیک رودخانه تیمز قرار داره از سال 2000 میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری مختلفی بوده. امسال نمایشگاه عکس لندن میزبان هنرمندان ایرانی هم بود. رویا خواجوی، کیوریتور و مشاور هنری مقیم نیویورک، امسال با همکاری مؤسسه هنرهای تجسمی نمازی در این نمایشگاه حضور داشتند. خانم خواجوی 6 ساله که با برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی سعی کرده از هنرمندان با استعداد اما کمتر شناخته شده حمایت کنه. دلیل انتخاب کارهایی میتوش که اولا خواستم خیلی از کارهای زنهای هنرمند ایرانی رو نشون بدم، چه کسایی که تو ایران کار میکنن چه خارج از ایران، و بتونم خلاقیت زنها رو نشون بدم و در ضمن با آرتیستای مرد ایرانی که خیلی باشون کار میکنم و براشون اکسپوزیشن قبلا گذاشتم اونا رو هم داخل کار بیارم و کارهای انتخاب کردم که با هم یه رابطه کاملی داشته باشه و یک نوع دیالوگ با هم دیگه داشته باشن. طیف وسیعی از کارها رو انتخاب کردین، از ابستراکت های هندسی تا کارهایی که عناصر ایرانی درش وجود داره. چطور اینها رو کنار هم چیدین؟ سوال خیلی خوبیه. من میخواستم عمق و خلاقیت و تنوع کار هنرمندای ایرانی رو تو این محیط کوچیک بتونم نشون بدم و اتفاقا خیلی از کسایی که توی کار هنری هستن از این بوت ما خیلی استقبال کردن و خیلی خوششون اومده. دونه دونه کارا رو نگاه میکنن، از من خیلی سوال میکنن که این کارا چجوری به وجود اومده، میدیومش چجوریه، فکر آرتیست پشت این کارا چی بوده. من هیچ انتظاری نداشتم و بهتره که آدم با فکر باز بیاد تا بتونه سورپریز بشه، و من با دیدن تنوع کارها واقعا غافلگیر شدم، واقعا چشمم باز شد. کار سپیده صالحیه و این کار ویدیو با شوهرش کامران طاهری مقدم
به وجود اومده که رب داره به کار. اینجا کار بهار بهبهانیه که یه لایت باکس فرش زیبای ایرانی توی دریای خزر انداخته و این موج‌های دریا این فرش رو یا دارن میشورن یا از بین میبرن. بیشتر هنرمندان به دلیل مشکلات در اخذ ویزای بریتانیا نتونستن به لندن بیان. از جمله مهدی کرمپور کارگردان که برای اولین بار کارهای عکاسیش در اینجا به نمایش گذاشته شده بود. آقای کرمپور این عکس‌ها رو درست انگاری که دارن یک ست تئاتر یا ست صحنه نمایش رو به وجود میارن، اینا رو به وجود آوردن و به من میگفتن که چقدر طول کشیده که این صحنه‌ها رو صحنه برداری کردن و به وجود آوردن تا بتونن این عکس‌های زیبا رو ازش بگیرن. آرمان مولوی عکاس و نقاش مقیم فرانسه در کارهاش از طبیعت الهام گرفته. بعضی وقتا میرم جنگلیش با دست خالی برمیگردم، بعضی وقتا 5 دقیقه بیشتر این نور طول نمیکشه که بعد انجامش شد. تنوع موضوعی و بصری آثار هنرمندان ایرانی در این مجموعه علاوه بر این که برای مخاطب چشم نوازه، میتونه برای مخاطب غیر ایرانی هم آشنایی مختصری با جامعه چند بعدی داخل ایران باشه. شادی الهی، بی بی سی. 2500 سال پیش کوروش بنیانگذار و نخستین شاه هخامنشی برای دفاع از قلمرو به حاکمیت خود در برابر حمله قبایل بادیه نشین شمال آسیای میانه شهر استرفشن را بنا کرد. در این شهر آتشکده بزرگی بود که باقی‌مانده آن را حالا مغتپه میگویند. سهراب ضیا که به این شهر سفر کرده از پیشینه تاریخی این شهر کهن بنیاد و امروز آن میگوید. استرفشن شهر باستانی در شمال تاجیکستان که شهرتش از شهرهای تاریخی آسیای میانه از جمله سمرقند و بخارا کم نیست. شهر با 2500 سال تمدن ایرانی در تاجیکستان که نخست در دوره هخامنشی‌ها بنیاد شده بود. در 2500 سال پیش کوروش کبیر در مکانی که امروز شهری استرفشن قرار دارد شهر بنا کرد که نامش کوروشکده بود. در این شهر آتشکده بزرگ قرار داشت که باقی مانده آن را امروز مغتپه می گویند و آن در وسط شهری امروز استرفشن قرار دارد. استرفشن که در وسط مسیر جاده ابریشم واقع بود بارها به دست بیگانگان ویرانه شد. اول اقوام بادیه‌نشینی آسیای میانه به این شهر حمله کردند. سال 329 اسکندر مقدونی در راه یوریش به ایران شهر استرفشن را هم خراب کرد. پای مغول و روس هم به این سرزمین رسیده. اگرچه 17 سال پیش تاجیکستان 2500 سالگی پایه‌گذاری استرفشن را جشن گرفت، اما کاوش‌های اخیر باستانشناسی نشان می‌دهد که این شهر عمری بیشتر دارد. دو تبری سنگی دوره نیولیت پیدا شد که ما و شما خوب میدانیم که این دوره نیولیت یا دوره سنگی به 7-8000 سال قبل از این راست می آید. در تاریخ استرفشن را با نام های بونجیکاس، کروشکده، کروپل، روتپ استرفشن خوب می شناسند. تا تصرف استرفشن از طرف حکومت تزاری روسیه در سال 1866 قلعه موغ این طور بوده. در دوران شوروی هم روسها به این مکان تاریخی توجه نکردند. تنها در آستانه جشن 2500 سالگی پایه‌گذاری استرفشن در اوایل دهه 2000 با سازی قلعه موغ آغاز شد. در داخل محوطه قلعه آتشکده هم بنیاد شده که دلیل ارج‌گذاری با آیین و اعتقادات نیاکان مردم این شهر است. هرچند برخی ها معتقدند که قلعه موغ با آتش پرستی و آیین زرتشتی ربط ندارد. در همه دور زمان ها قلعه موغ که در یک موضع بسیار هم خوش آب و هوای شهر جایگیر شده است، مکان حاکم نشین امیر نشینی استرفشن به شمار می رفت. دوره دیگری از تاریخ استرفشن به اسلام مربوط می شود. اینجا مجتمع تاریخی حضرت شاه است. زمان شوروی
انبار کارخانه صنعتی بوده. حالا یکی از هفت مسجد جامع شهر. در دوره استقلال تاجیکستان این مجموعه را با پول مردم و کمک وزارت فرهنگ بازسازی کردند. حضرت شاه قطب ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی حضرت عباس عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندشان میشند که برادر حضرت شاهی زنده ای که در سمرقند خوابند. اساسگذار دین مقدس اسلام در همین شهر استراوشان همین حضرت شاهی ولی میباشند. سری مزار یکی دیگر از مکانهای تاریخی استرافشان که از 300 تا 500 سال خدمت دارد. مسجد، مقبره و یک درخت چنار 800 ساله از بخشای این مجموعه هستند. ساخت یک مسجد نو از سوی مردم محل در اینجا در جریان است. از پایگذاری استرافشان به دست کوروش کبیر تا خرابکاری های اسکندر و بدادگری های لشکر مغول، حمله سربازان و افسران روسیه پادشاهی و به توجهی شوروی به تاریخ این شهر، هر کدام آثار از خود در استرافشان باقی گذاشته. پشت این دوره های تاریخی حرف و داستان های ناگفته زیاده هست. مردم استرافشان باور دارند که ادامه پژوهش ها و کاوش های باستان شناسی صفحه های ناروشن از تاریخ شهر را برایشان روشنتر خواهد کرد. سهراب زیا، بی بی سی، شهری استرافشان در شمالی تاجیکستان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.